بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. برآوردم از نزل کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. پای سخن زبانشناسان و سخندانان در گرامی داشت زبان پارسی. آموزه‌هایی برای نگهداری از کاخ بلند زبان پارسی. برنامه از ژاله دفتریان در رادیو مانی. به هیچ مبحث و دیباچه ای قضا ننوشت، برای مرد کمال و برای زن نقصان. وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟ یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان. چون ناخداست خردمند و کشتیش محکم، دیگر چه باک زنواج و ورته و طوفان. به روز حادثه اندر این حوادث دهر، امید سعی و عمل هاست هم از این و هم از آن. به روزگار سلامت رفیق و یار شفیق، به روز سانحه تیمار خار و پشتیبان. سمند عمر چو آغاز بد انانی کرد، گهیش مرد و زمانیش زن گرفت انان. درود به مانی گرامی و همکاران او و همچنین درود به شنوندگان ارجمند این رادیو. سروده ای را که شنیدید از سراینده چیره دست ایران بانو پروین اعتصامی است. پس از این سروده زیبا در این برنامه بیشتر روی سخنم با هم میهنانم، چه هم میهنان درون مرز و چه هم میهنان برون مرز است. پس از 37 سال چیرگی رژیم خشم و خون و خاری افزای جمهوری اسلامی و کشورمان ایران، برای همه ما روشن شده است که از این رژیم برای بهبودی زندگی مردم ایران به هیچ روی چشم داشتی نمیتوان داشت. زیرا نخست اینکه سردمداران این رژیم نه تنها ایرانی نیستند، که سر در آخر اسلام و اسلام گرایی دارند و ایران را برای خود سکوی میدانند که از آنجا اندیشه های اهریمنی خود را به دیگر جاها پرتاب کنیم. بدین گونه ما ایرانیان میباید بپذیریم آتش آز و آزمندی اینان به اندازه‌ای بسیار است که هرگز آبی از اینان برای ما مردم و سرزمینمان گرم نمی‌شود. و در این میان خود ما ایرانیان هستیم که تا روزی که آزادی راستین را به دست نیاورده ایم، سرزمین به دست دوستدارانش نیفتاده، این رژیم اهریمنی بر سر کار است و ناچاریم با این انیرانی ها روزگار ما را سر کنیم، بهتر است خود ما ایرانیان در هر زمینه‌ای با جایی که می‌توانیم رفتار انسانی را پیش گرفته و کوشش کنیم تا میان خود و خانواده خود برابری، همدلی، یاری رسانیدن به یکدیگر و دوستی و مهر را پیاده کنیم. در این زمینه دوست گرانمایه‌ام هوشنگ معین‌زاده در شماره 150 تابستان 1395 سه‌ماهنامه رهاورد نوشته‌ای دارد که بخش‌هایی از آن را برایتان می‌خوانم. ایشان به گونه یک فراخوان دوست گرانمایه‌ام
هوشنگ معین‌زاده در شماره 150 تابستان 1395 سه‌ماهنامه رهاورد نوشته ای دارد که بخش هایی از آن را برایتان می خوانم. ایشان به گونه یک فراخوان یا یک دعوتنامه زیر نام حمایت از زنان و حقوق زنان تکلیف مردانه است می نویسد. یکی از واقعیت‌های تاریخ سرزمین ما که نسل‌های آینده ایرانی باید بدانند این است که پیش از برپایی حکومت جمهوری اسلامی در ایران، بانوان میهن ما با تلاش‌های پیگیر و دراز مدت خود و کمک بخشی از مردان فرهیخته میهن ما قسمت عمده‌ای از حقوق طبیعی و مدنی خود را به دست آورده و از حق و حقوقی برخوردار بودند که زنان هیچ یک از دیگر کشورهای مسلمان برخوردار نبودند. و جالب است بدانیم که زنان بسیاری از کشورهای غربی نیز چنان حقوقی را هنوز کسب نکرده بودند. شنوندگان گرامی، در اینجا و پیش از اینکه دنباله نوشتار هوشنگ معین‌زاده را بخوانم، بر یک نکته انگشت می‌گذارم که در خور نگرش است و آن اینکه ببینیم در درازای تاریخ زنان کشورهای گوناگون چگونه و هر یک در چه سالی حق رأی را به دست آوردند. این ردبندی را من بر پایه تاریخ ردیف کردم تا ببینیم زنان ایرانی در این زمینه نه تنها چیزی از زنان کشورهای دیگر کم نداشته اند که از بسیاری کشورها نیز پیش بودند. یک، سال 1893 نخستین کشوری در جهان که زنان آن توانستند همپای مردان رأی بدهند کشور نیوزلند است. دو، در سال 1917 روسیه. سه، در سال 1918 انگلستان. چهار، در سال 1920 آمریکا. پنج، در سال 1930 ترکیه. شش، در سال 1944 فرانسه. هفت، در سال 1963 ایران. هشت، در سال 1971 سوئیس. نه، در سال 1980 عراق. ده، در سال 1997 قطر. کشورهایی بودند که به زنان آزادی بیچون و چرا دادند. در این بررسی از 10 کشور نام بردم که تاریخ داشتن حق رأی زنان هر یک از آن کشورها نشان داده شده است. در این بخش جا دارم که از 2 کشور نام ببرم. یکی کشور گرامی خودمان ایران است و دیگری کشور عربستان سعودی. نخست به حق رأی زنان در ایران می‌پردازم. پس از پیروزی انقلاب مشروطه ایران در سال 1906، گزینستان یا مجلس نمایندگان مردم در تهران گشوده شد. مردم ایران برای نخستین بار با برگزیدن نمایندگان خود و فرستادن آنها به گزینستان و مجلس شورای ملی توانستند برای انجام کارهای سیاسی خواسته های خود را به گوش دیگران برسانم. در نخستین سامان نامه گزینستان یا در نخستین نظام نامه مجلس شورای ملی زنان ایران نه می توانستند رأی بدهند و نه می توانستند خود را نامزد کنند. در این سامان نامه گزینستان یا مجلس شورا دیوانگان، دزدان، آدمکشان، گدایان، زنان، شهروندان کشورهای بیگانه،
کسانی که از دین اسلام روی برگردانیده بودند و جوانان کمتر از 20 سال از دادن رأی بی بهره یا محروم بودند. در سال 1322 برنامه بخشیدن حق رأی به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در گزینستان یا در مجلس پیشنهاد شد. دکتر محمد مصدق به هنگام رأی گیری یا به هنگام قانون انتخاباتی همچنان زنان را از داشتن رأی بی بهره دانسته بود. پس از آن بود که رأی زنان مصدق با این فرمود و استدلال که در داد بنیاد یا در قانون اساسی همه شهروندان برابرند بخشیدن حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند. ملاها و آخوندها یا به گفته ای علمای آن روز با پشتیبانی دین آموزان یا طلاب و بزرگان، پیشوران و اصناف پرخاش و اعتراض کرده و گفتند که در شرع اسلام حق رأی تنها به مردان داده شده است. کاشانی نیز پافشاری کرد که دولت باید بیچون و چرا از دادن حق رأی به زنان پیشگیری کند، چرا که آنان باید در خانه بمانند و به کار همیشگی خودشان که همانا خانه‌داری و پرورش فرزندان است بپردازند. در دور دوم گزینستان یا در دور دوم مجلس شورای ملی، ماده چهارم ساماننامه یا نظامنامه آراگیری به جستار و بررسی گذاشته شد. در این نشست محمد تقی وکیل الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در ناهمخوانی با این ساماننامه سخن گفت. سپس زکا الملک یا محمد علی فروغی و آیت الله سید حسن مدرس در ناهم‌آوایی با گفته‌های نماینده همدان در گزینستان سخن گفتند و دادن حق رأی به زنان را نکوهش کردند. حسن مدرس برهان آورد که در این ساماننامه دادها و قوانینی هست که حقوق زنان را به خوبی به آنان داده است و هشدار داد که بخشیدن حق رأی به زنان به ناپایداری سیاسی، تباهی مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که دین آموزان یا طلاب قوم برای ناهماهنگی با پیشنهاد بخشیدن حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. در سال 1341 برابر با 1962 ترسایی، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در نشست کشورمداران یا در نشست هیئت دولت ایران پذیرفته شد. بر پایه این پیشنهادنامه یا لایحه، زنان برای نخستین بار می توانستند چه برای رأی دادن و چه برای نامزد شدن در آراگیری نام نویسی کنند. روح الله خمینی نشستی در قم برپا کرد و در تلگرافی که به محمد رضا شاه پهلوی فرستاد، ناهمسازی خود را با 3 بند این پیشنهادنامه یا لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در میان گذاشت. یکی از آن 3 بند بخشیدن حق رأی به زنان ایران بود. در این تلگراف مهمترین یا مهمترین خردگیری خمینی به ماده دادن حق رأی به زنان بود. محمد رضا شاه پهلوی بران شد که در این باره کار را به دولت اسدالله علم واگذار کند. اسدالله علم در یک سخنرانی از کارشکنی هایی که از انجام برنامه های انجمن های ایالتی و ولایتی پیشگیری می کنند را کارهای واپسگرایانه و بند یا سدی در راه پیشرفت زنان دانست.
با همه اینها و با این پیشینه در آستانه انقلاب اسلامی ایران، خمینی به دروغ رایزنی سیاسی و اجتماعی زنان را برابر قوانین اسلام شناخت و با همکاری و همبازی سیاسی زنان ناهمواری نشان نداد، زیرا که او برنامه اهریمنی در سر داشت و می‌خواست که همان انقلاب مشروعه را که همپالکی‌هایش در آغاز انقلاب مشروطیت انجام داده بودند ولی نیمه کار مانده بود به بار بنشاند، که دیدیم چگونه با ترفند بازی و دروغ‌های فراوان مردم را گول زده و به دنبال خود کشید و توانست انقلاب مشروعه و اسلام ناب محمدی را پیاده کند. و اینک به کشور عربستان سعودی می رویم تا ببینیم زنان آن کشور از چه حقوقی برخوردارند. علمای وهابی رأی دادن زنان را مایه تباهی و خلاف عفت دانستند. رئیس دولت عربستان سعودی اعلام کرد که زنان فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت درباره نامزدهای انتخاباتی هستند. هرچند برخی دیگر از نمایندگان اظهار کردند که ممنوعیت رأی در عربستان سعودی برای زنان به این دلیل است که اکثر زنان این کشور شناسنامه ندارد. با دانستن اینکه حکومت کشور عربستان سعودی حکومت 100% اسلامی است، شما هم میهنان گرامی باید ببینید که رژیم جمهوری اسلامی که سنگ اسلام را به سینه میزند میخواهد زنان ما را به کجا ببرد. هرچند که باید بگویم کور خوانده است. زن ایرانی زیر بار چنین خاری و پستی نرفته و هرگز هم نخواهد. در اینجا پیش از این که من به دنباله نوشته هوشنگ معین‌زاده برسم، از همکاران گرامیم خواهش میکنم آهنگی بنوازم تا من دنباله گفتارم رو بگیرم. سپاسگزارم.
رادیو مانی گوش می دهید. رادیویی برای ادبیات، فرهنگ، معرفی کتاب‌های خواندنی، فلسفه و تاریخ. رادیویی برای شنیدن ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها. و دنباله نوشته هوشنگ مایزاده را میخوانیم و میبینیم که گفته ها و درد دل او هم همین هاست. او مینویسد: گردانندگان تاریک اندیش جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار حکومت خود در نخستین گام در صدد برآمدند زنان را از حقوق به دست آورده خیش محروم کنند. در مقابل زنان هم نخستین کسانی بودند که علیه حکومت واپسگرای اسلامی به پا خواستند تا از حق و حقوق خود دفاع کنند. قبل از استقرار حکومت اسلامی در ایران گروهی از بانوان، حتی برخی از آنها که تحصیلات دانشگاهی هم داشتند و هیزم به تنور برپایی حکومت اسلامی می‌ریختند، اطلاعات چندانی از احکام شریعت اسلام، به خصوص احکامی که درباره زنان صادر شده بود، نداشتند. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب بود که بانوان که با فریبکاری به خیابان کشیده شده بودند ناگهان با شعارهای نظیر یا روسری یا توسری روبرو و متوجه شدند که با چه نوع حکومتی، با چه نوع قوانینی و با چه حکومت مدارانی سر و کار دارند. آنجا بود که پشیمان از کرده خیش به اعتراض پرداختند و دلیرانه علیه قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی سر به شورش برداشتن و از حق نگذریم سرفراز آمدن. اما دریغ که مردان در این نبرد سرنوشت ساز میان تهجر و تجدد با سکوت و بی‌تفاوتی اجازه دادن که جنبش بی نظیر زنان سرکوب کردن. همینک بیش از 3 دهه از نخستین حضور بانوان ایرانی در میدان مقاومت در مقابل واپسگرایی های حکومت دینی می گذرد و بانوان ما همچنان به مبارزات خود ادامه می دهند و حکومت جمهوری اسلامی هم بر حفظ قوانین شریعت سماجت نشان می دهند. در این کشاکش بخش عمده ای از زنان و مردان ایران از یک نکته غافلند و آن این که تا حکومت دینی پابرجاست حقوقی بیشتر از آنچه شریعت اسلام برای زنان در نظر گرفته است به آنان داده نخواهد شد. از این رو لازم است که گامهای دیگری برداریم. یکی از این گام ها این است که خود مردان داوطلبانه بخشی از حقوق زنان را که واگذاری آنها نیازی به کسب مجوز از حکومت ندارد به بانوان واگذار کنند، زیرا بخش عمده از حقوق زنان که در اختیار مردان است ربطی به دین و مذهب ندارد و به راحتی می توان به بانوان واگذار کرد بی آنکه حکومت قادر به ممانعت از آن باشد. از سوی دیگر همگان می دانند که بسیاری از مردان ایرانی به دلایل گوناگون خود را متعهد و پایبند نمی بینند که حقوق زنان را رعایت کنند. بخشی از مردان نیز تنها هنرشان این است که بانوان را به مبارزه فرا خوانند و سر به زنگاه آنها را در صحنه تنها بگذارند. در این میان حکومت مداران هم می گویند شما
به حکومت اسلامی رأی داده ایم و به عنوان یک مسلمان موظف هستیم که در برابر احکام و قوانین الهی آن تسلیم باشیم. اگر قرار بود خداوندگار بندگان خود را آزاد بیافریند، میان زنان و مردان، بردگان و آزادگان، کافران و مسلمانان تفاوتی نباشد و همه آنها از حقوق مساوی برخوردار باشند، بیشک این مسائل را در قرآن می گنجاند. وقتی چنین مسائلی در کتاب خدا درج نشده، بندگان نباید برای پروردگار و پیغمبر و فقهای دین خود تعیین تکلیف کنند. تازه این در صورتی است که قرآن درباره موضوعی سکوت کرده باشد، در حالی که می دانیم در این مورد خاص دستورات مبسوطی در قرآن آمده است. درباره آزادی هم دین مداران حاکم می گویند مقام و منزلت انسان مسلمان در سرتاسر قرآن با کلمه بنده مشخص شد. معنی بنده هم در همه زبانها و همه جوامع روشن است. اگر قرار بر این بود که انسان آزاد باشد و حق و حقوقی برای او به عنوان یک موجود آزاد در نظر گرفته شود، لازمش این می بود که کلمه بنده در موردش به کار نرود. حالان که می بینیم نه تنها همه انسانهای مسلمان، بلکه خود پیغمبر اسلام هم عبد و رسوله است، یعنی ناشر شریعت اسلام، نیز جایگاهش بندگی الهی. درباره حقوق زنان هم خدا حرفش را به صراحت زده و تکلیف آنان را روشن کرده است. بخشی از این حقوق به شرح زیر است. 1. مرد حق دارد 4 زن عقدی و به هر تعداد که می‌خواهد زن صیغه‌ای داشته و در همخوابی با کنیزان نیز هیچ محدودیتی برای مردان قائل نشده است. 2. زن نصف مرد ارث می‌برد. 3. شهادت 2 زن برابر شهادت 1 مرد. 4. با فوت شوهر نگهداری فرزندان صغیر به مادر نمی‌رسد، بلکه به پدر بزرگ و جد کودک و در نبود آنها به عموهایش می‌رسد. در این مورد خاص نگاه کنید به سرنوشت خود پیغمبر اسلام. او با وجود داشتن مادر تحت سرپرستی پدر بزرگ خود عبدالمطلب درآمد و پس از مرگ او نیز به بزرگترین عمویش ابو طالب سپرده شد. 5. دارایی شوهر پس از فوت به فرزندان و در نبودنشان به پدر بزرگ، جد، عموها، عموزادگان، عمه و خاله و دایی میرسد و در هر حالت سهم زن از دارایی شوهر بسیار اندک است. 6. زن نمیتواند قیم فرزندان و دارایی آنها باشد. 7. زن بدون اجازه شوهر نمیتواند از خانه خارج شود. 8. زن بدون اجازه شوهر حق سفر ندارد. 9. زن عملا کارش پخت و پز، شستشو، نگهداری فرزندان و همخوابی با مردش. با این احکام دقیق و روشن و قاطع چگونه میتوان از یک حکومت دینی خاص که برابری حقوق زنان و مردان را رعایت کند؟ اگر فکر میکنید که میشود حکومت دینی داشت
و احکام و قوانین آن را رعایت نکرد اشتباه محض است. با این حال در زمینه احقاق حقوق زنان که در واقع مادران، خواهران، همسران و دختران ما می باشند، شاید بهترین راه این باشد. اکنون که حکومت دینی بر سرزمین ما مسلط است، مردان ایرانی همراه با بانوان بی آنکه اعتنایی به احکام و قوانین اسلام و حکومت باطل و جابر ولی فقیه داشته باشند، به اراده خیش در مواردی که مربوط به خود آنهاست قدم پیش بگذارند و با صرف نظر کردن از آن بخش از حقوقی که احکام اسلام ناعادلانه به مردان داده به نفع زنان بکوشند و دیگران را نیز به این کار تشویق کنند. فراموش نکنیم که اگر ما مردان به یاری بانوانمان برنخیزیم، آنها به تنهایی به حق و حقوق خود نخواهند رسید. مهمتر از همه، دین و حکومت اصراری ندارن که کسی یک زن داشته باشد یا چهار زن. هر پدری حق دارد که با وصیت نامه میراث خود را به تساوی میان دختر و پسرش تقسیم کند. دین و حکومت هیچ مردی را به فشار نمی گذارد که کسی را در امر تحصیل میان فرزندان خود تفاوت قائل شود. و یاد ما باشد که ما در دوران 1400 سال پیش اعراب حجاز زندگی نمی کنیم که بخواهیم قوانین برآمده از آداب و رسوم و سنت های اعراب آن دوران را به خواست خود در مورد مادران، خواهران، همسران و دختران ما به کار بریم. بکوشیم مظالم این حکومت واپسگرا را از سر مردمان به ویژه بانوانمان کم کنیم. به عنوان مرد ایرانی به اصولی که در زیر می آید پایبند باشیم و به اتفاق هم به یاری بانوان میهنمان بشتابیم. بنابراین بیاییم به جای آنکه حق و حقوق زنان را از دولت برآمده از یک انقلاب کور و ساخته و پرداخته بیگانگان درخواست کنیم، خود ما حق و حقوق بانوان کشورمان را رعایت کنیم. یک، هر مرد ایرانی متعهد شود که بیش از یک همسر اختیار نکند. دو، هر دختر ایرانی متعهد شود که با هیچ مردی که همسر دارد ازدواج نکند. سه، هر زن و مرد ایرانی طی وصیت‌نامه‌ای ثروت خود را به دو بخش تقسیم کند. یک بخش آن را به همسر خود واگذارد و بخش دیگر را میان فرزندانش قسمت کند. چهار، پدران و مادران پیش از مرگ طی وصیت‌نامه‌ای دارایی خود را به طور مساوی میان دختران و پسران خود تقسیم کنند. پنج، خانواده ها بپذیرند که در غیاب یا در فوت مرد ایرانی، همسرش عهده‌دار نگهداری و تعلیم و تربیت کودکان و قیم دارایی فرزندان خردسالشان باشد. شش، همسر مرد ایرانی تمام آزادی ها و امتیازاتی را که یک مرد در زندگی مشترک با همسرش دارد داشته باشد، چه در پوشاک، چه در تحصیل، چه در انتخاب شغل و چه در سفر کردن و نظایر آن. هفت، در یک خانواده ایرانی به همان میزان که برای تحصیل پسران توجه می شود، برای تحصیل دختران نیز توجه مبذول گردد. صاحب این قلم یا به گفته دیگر دوست گرامی من هوشنگ معین‌زاده امید دارد که صاحب نظران و کسانی که در این گونه مسائل تحصیل و تحقیق کردند قدم پیش بگذارند و این پیشنهاد را به همه ایرانیان در درون و بیرون مرز توصیه نمایند.
به زبان دیگر بدین وسیله به حمایت و پشتیبانی بانوانی که با دلسوزی تمام به حال و روز مملکت و مردم ایران در سخت ترین شرایط پیشگام مبارزات آزادی خواهی و برابر طلبی انسانی هستند برخیزند و نشان دهند که برای مادران، خواهران، همسران و دختران خود ارزش قائل هستند و با آنها همراه و همگام و هم‌آوازند تا به پیروزی برسند. سپاس از شما شنوندگان گرامی که با شکیبایی به این گفتار نه چندان شاد من گوش دادین، ولی من امیدوارم این پیام یا این فراخوان یا این دعوتنامه دوست ارجمندمون هوشنگ معین‌زاده در میان مردان ایرانی، مردان مسلمان ایرانی جا باز کنه و اونها آگاه هستن و بیشتر آگاه بشن که به یاری زنان که برخیزن، به پشتیبانی زنان که برخیزن، به همکاری با زنان که برخیزن، به آزادی سرزمین برخواستن. من در اینجا سخنم را به پایان میبرم و برای تک تک شما بهسیبی و بهروزی آرزو میکنم. بدرود تا درودی دیگر. تمام این قفس ها
رادیو مانی، رادیویی برای روشنفکران و روشناندیشان ایران. رادیویی 24 ساعته برای همه. www.radiomani.com